بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی انفجار تروریستی سه روز پیش در آنکارا، منابع خبری از عملیات گسترده نیروهای امنیتی ترکیه در استانهای مختلف این کشور و بازداشت حدود 900 نفر به ضمن ارتباط با PKK خبر دادند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرده که نیروهای امنیتی در حال انجام عملیات ضد تروریستی در مقیاس وسیع در سراسر این کشور هستند. وی گفته تا صبح روز سه‌شنبه 11 مهر 466 عملیات ضد تروریسم در سراسر ترکیه انجام شده که 13440 پرسنل امنیتی در آن شرکت داشتند. اطلاعات منتشر شده توسط وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پناهجویانی که با قایق از گذرگاه خطرناک مانش عبور کرده‌اند فقط از پنج کشور افغانستان، ایران، اریتریه، سوریه و سودان بودند. داده‌های وزارت کشور بریتانیا از تعداد پناهجویان عبوری از کانال مانش در سال 2023 نشان می‌دهد افغان‌ها و ایرانی‌ها در صدر فهرست شهروندانی هستند که از طریق این گذرگاه به این کشور پناهنده شدند. گفته شده تا پایان ماه آگوست سال 2023 تعداد 4069 شهروند افغانستانی و 2250 نفر شهروند ایرانی از طریق کانال مانش و با قایق‌های کوچک به بریتانیا پناهنده شدند. اولین کتابخانه آثار باستانی و میراث فرهنگی عراق در مکانی که پیشتر کاخ صدام حسین، دیکتاتور سابق این کشور بود، در بصره افتتاح شد. الجزیره نوشت این کتابخانه حاوی مجموعه ای از کتابها و نسخه های خطی در زمینه آثار باستانی و سایت های باستانشناسی عراق است و افتتاح آن در موزه فرهنگی بصره به منظور تسهیل دستیابی دانشگاهیان به کتب ها و نسخه های خطی و منابع باستانشناسی صورت گرفته است.